اگر حکومت خودش موارد قانون اساسی رو نقض کند، عده دیگری میگویند این دفعه تو بودی که قانون رو نقض کردی. بنابراین من جلوی تو رو میگیرم و متاسفانه نقض اصلی توسط کارگزاران انجام شده است. و آنها هستند که باید جواب بدهند که وضع چرا اینطور شده. صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه پیشین دولت موقت و رئیس سابق رادیو و تلویزیون، قریب 4 سال پس از پیروزی انقلاب در محاکمه‌اش چنین گفت: علامتی که همه تو میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. از اتهاماتش قصد براندازی نظام و طراحی قتل روح الله خمینی بود که قطب‌زاده در خارج از کشور تلاش بسیار کرده بود او را به مثابه آلترناتیو رژیم پهلوی به غریبان بشناساند و موفق نیز شده بود. و چنین شد که در پرواز انقلاب به سوی ایران صندلی کنار رهبر به او رسید و هیچ نمی‌دانست که چند سال بعدتر گروهی را بر ضد او می‌شورانند که شعار دهند جماران گلباران قطب‌زاده تیرباران. به جای چهره همیشه از تحت تراشیدهش، قطب‌زاده با ریش انبوهش در 47 سالگی عبوس و خسته به نظر می رسید. 17 فروردین ماه سال 1361 دستگیر شده بود و حالا در 23 مرداد ماه همان سال پس از پشت سر گذاشتن مراحل سخت تحقیقات نخستین جلسه دادگاهش بود. و اینها رو در پاسخ محمد محمدی ری شهری، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب ارتش، بر زبان آورده. پرسش این بود که اگر او قانون اساسی رو قبول دارد، چرا آن را زیر پا گذاشته است؟ قطب‌زاده اصرار داشت که نخست حکومت چنین کرد و همچنان می‌کند. نمونه قانون شکنی در همان محاکمه نیز عیان بود. او و دیگر متهمان وکلای مدافع نداشتند و در غیاب هیئت منصفه، حاکم شرع و نیز دادستان سرهنگ لطف‌الله اتابکی هر دو هم داستان از اوامر ولی فقیه تبعیت می‌کردند. اگر زمان به عقب به چند سال پیش باز می‌گشت، قطب‌زاده مردی خوشپوش و جذاب با کت و شلوار و کروات و صورتی اصلاح شده بود که در وزارت امور خارجه و در روزگاری که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا خبر روز و داغ دنیا بود، ستاره رسانه‌ای سیاسی به شمار می‌آمد و میکوشید گروگان‌ها را آزاد کند و به بحران خاتمه دهد. او که میپنداش مراتب ترقی سیاسی را به درستی میپیماید، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 نامزد شد و با آرای اندک در میان 7 نامزد به جایگاهی بهتر از 7 دست نیافت و رقابت را به ابوالحسن بنی صدر، رقیب دیرینه‌اش، واگذار کرد. از این پس دوران افول سیاسی قطب‌زاده آغاز شد و شتاب گرفت. او رو به حاشیه راندن و با قدرت یافتن روزافزون روحانی‌ها تلخ و تند و منزوی شد. انقلاب او رو به سرقت برده بودند. ایران میتبید و میغلطید. آتش جنگ در جبهه‌ها و استان‌های مرزی شعله می‌کشید. در شهرها مجاهدین و دیگر گروه‌های مخالف زندگی مخفی و مبارزه مسلحانه و ترور بیرحمانه رو در برابر سرکوب شدید و خشن حاکمیت در پیش گرفته بودند. چندی پیشتر آیت الله سید محمد کاظم شریعت مداری، مرجع بزرگ و پرنفوذ شیعه که در محبوبیت و پایه دینی رقیب آیت الله خمینی به شمار می آمد، به اتهام توطئه علیه انقلاب و رهبرش از مرجعیت خلع شده بود. انقلاب سخت گرم بلعیدن فرزندان و دریدن دیگران بود. پس از پخش اعترافات قطب‌زاده، نخستین بار اتابکی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه اطلاعات 15 تیر ماه سال 1361 درباره اتهامات او و همکارانش از جمله رهبری شبکه‌ای برانداز به نام نجات انقلاب ایران گفت و وعده داد محاکمه او به زودی آغاز خواهد شد. دادستان شرح داد که بر اساس تحقیقات از قطب‌زاده او کمک‌های مادی زیادی از خارج دریافت می‌کرده و حتی با قشقایی‌ها نیز برای کمک‌گیری از راه گسیل پیک در تماس بوده است. او به اینها هم بسنده نکرد و
کوشید که عضو پیشین شورای انقلاب رو به جنبش جنگل که پیشتر در آمل دست به اقدام مسلحانه زده بودند پیوند دهد. دادستان ارتش متهمان رو 13 نفر برشمرد که در میان آنها جز صادق قطب‌زاده، اتهامات سید مهدی مهدوی و عبدالرضا حجازی که هر دو روحانی بودند سنگین تر بود. افزون بر چند سرهنگ در این فهرست به نام‌های احمد عباسی، داماد آیت الله شریعت مداری و جواد مناقبی، داماد علامه طباطبایی نیز برمی‌خوریم که هر دو کسوت روحانیت داشتند. قطب‌زاده رو نخستین بار در آبان ماه سال 1359 پس از انتقادات تندش از عملکرد صدا و سیما و نیز شرایط کشور در میزگردی که از تلویزیون پخش شد بازداشت کردند. اما با اعتراض مردم و برخی روحانیون و شماری از اعضای پیشین دولت موقت بعد از چند روز آزاد شد. در دستگیری فروردین ماه سال 1361 اما اتهام کودتا بود و کارش به اعترافات تلویزیونی کشید و در اقرارهایش آیت الله شریعت مداری رو هم به این پرونده کشاند. بعدتر فیلمی از سخنان مرجع پی به مثابه اعترافات پخش شد که در آن از اقدام علیه انقلاب توبه کرد. با یک تیر دو نشان بزرگ زده بودند. قطب‌زاده ناراضی و ناآرام با نفوذ در خارج از کشور رو به کودتا متهم کردند و مرجع قدرتمند رقیب رو هم به این ماجرا بستند و کنار زدند. درباره اعترافات صادق قطب‌زاده، محسن سازگارا به رادیو فردا در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1397 گفته است: به شدت در زندان شکنجهش کردند. به قدری که بعداً خود من رو دستگیر کرده بودند، بازجو برای اینکه مرا به ترساند میگفت من بازجوی قطب‌زاده هم بودم و آنقدر اینجا او را زدیم که در سلول 4 دست و پا راه می‌رفت. نخستین جلسه دادگاه قطب‌زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارتش در 23 مرداد ماه در زندان اوین برگزار شد و گزارشی از آن 2 روز بعد در روزنامه کیهان به چاپ رسید. فضای دادگاه به جلسه قضاوت شبیه نبود، بلکه مانند همه جلسات آتی به مجلس و معرکه اعتراف و توبه‌گیری شباهت می برد. در آغاز ری شهری حاکم شهر کیفرخواستی خواند که به بیانیه سیاسی ایدئولوژیک علیه گروه های رقیب می مانست و اعتبار کل تاریخ آزادی خواهی ایران رو به حساب علما و حوزویان شیعه واریز کرد. قطب‌زاده نخست ادعانامه صادره رو از واقعیتها به دور و در مواردی کسب خواند. سپس شرح داد که می‌خواست جمهوری اسلامی با تمام توان برقرار باشد و رهبرش هم در قید حیات و گفت که من می‌خواستم حکومت را عوض کنم، نه جمهوری اسلامی را. حاکم شهر پرسید آیا قانون اساسی به شما اجازه کودتا می‌دهد؟ متهم پاسخ داد نه، اما به کارگزاران دولت هم اجازه نمی‌دهد که موارد قانون اساسی را نقض کنند و آزادی‌های عمومی را به خطر اندازند. پس از آن قطب‌زاده در پاسخ درباره صلاحیت اصلاحگران حکومت گفت ما 14 معصوم بیشتر نداریم و در سخنش کنایه آشکارا به ولی فقیه احساس شد. اینجا ناگهان روزنامه کیهان گزارش رو قطع می‌کند و می‌نویسد از این پس بین مسئولان دادگاه و متهم درباره موضوع‌های بحث شد که این نشریه ذکرش رو در شأن اخلاقی روزنامه نمی‌داند. در جلسه دوم دادگاه در 25 مرداد ماه سال 1361 قطب‌زاده به شرح جزئیات وقایعی پرداخت که ظاهراً قرار بود ماجرای کودتای او و همدستانش را بازگوید. البته روایتش مجموعه از حوادث مبهم و نه چندان مرتبط است، انگار که داستانی ساخته و بافته دیگران رو باز می‌گوید. در گزارش روزنامه کیهان به تاریخ 27 مرداد ماه سال 1361 از زبان متهم می‌خوانیم که کامبیز نامی حدود 1.5 سال پیش از دستگیری قطب‌زاده به منزل او رفت آمد می‌کرده و با هم گفتگوهای انتقادی درباره وضعیت مملکت داشتند. پس از چندی این فرد حبیب‌زاده رو هم به همراه می‌آورد. بعدتر بحث‌ها جدی‌تر می‌شود و دوستان شخص اخیر و نظامیان هم به میدان می آیند. همه می پذیرند که جمهوری اسلامی تنها نظامی است که ارزش کوشش رو دارد.
طرحشان این بوده که مراکز حساس مثل سپاه و کمیته رو بگیرن و از خانه‌ای در جماران بیت ولی فقیه رو بکوبن. متهم ادامه داد که با آسیب زدن به امام مخالف بوده، اما علنی کردن مخالفتش رو به بعد موکول می‌کند. او افزود که بزرگترین اشتباه هم این بود که اصلا درباره این افراد و چگونگی عملکردشان تحقیق نکردم و این یکی از حماقت‌های بی‌حسابم بود. او استفاده از کمک‌های مالی خارجی و وابستگی به بیگانگان رو به جد رد کرد و گفت با کشورهای خارج از ایران هم در منطقه و هم در غرب ارتباط برقرار کرده تا از تحلیل‌ها درباره ایران با خبر شود و اطلاعات به دست آورد. گفت که سالها خارج از کشور زندگی کرده و ارتباطات گسترده‌ای دارد و اگر شرح زندگیش را بگوید واویلا است. روزنامه کیهان یک شنبه 31 مرداد ماه سال 1361 با تیتر دادگاه قطب‌زاده وارد شور شد، گزارش آخرین روز دادگاهش رو که روز قبل 3 مرداد برگزار شده بود منتشر کرد. در آغاز جلسه سوم، ری شهری در سخنانی دفاعیات قطب‌زاده رو با تکیه بر اعترافات صریحش رد کرد. صادق قطب‌زاده در پاسخ به اتهامات رهبری عده‌ای برای براندازی با هدف برقراری جمهوری اسلامی واقعی و همکاری با متخصصان نظامی را پذیرفت. تغذیه مالی گروه‌های نظامی همکار را نیز قبول کرد. اعزام نمایندگان به خارج از کشور یعنی عربستان و آلمان را تنها برای گردآوری اطلاعات پذیرفت و ارتباط با سید محمد کاظم شریعت مداری را تایید کرد. در آخر از قطب‌زاده می‌پرسند که آخرین دفاعش چیست؟ پاسخ می دهد فکر نمی کنم لزومی داشته باشد. فکر می کنم که آخرین دفاع گرفتن وقت است و ثمری ندارد و در پایان می گوید با صراحت خودم رو مجرم می دانم. در 24 شهریور ماه سال 1361 صادق قطب‌زاده اعدام شد. او رو مصداق یاغی و مفسد دانستند. از دیگر متهمان این پرونده آن اندازه که خبر داریم سید مهدی مهدوی و یک سال بعد نیز عبدالرضا حجازی اعدام شدند و برای دیگران کم و بیش حبس بریدند و افزون بر این نظامیان رو اخراج هم کردند و روحانیون قلعه لباس نیز شدند. حکم قطب‌زاده البته پیشتر معلوم شده بود. در 9 اردیبهشت ماه سال 1361 پیش از برپایی دادگاه احمد خمینی در جایگاه پسر شخص اول مملکت در مصاحبه‌ای سراسر در مدح پدرش که در روزنامه اطلاعات منتشر شد، قطب‌زاده را به کودتا متهم کرده و تلویحاً بر مجرمیتش سحه گذاشت. در خاطرات آیت الله منتظری آمده است که بعداً آشکار شد طرح کودتا و حمله به بیت رهبر امت و کشتنش همه داستان پردازی‌هایی با مشارکت احمد خمینی بوده تا آیت الله شریعت مداری رو به زیر کشند و قطب‌زاده رو از میان بردارند. مرسی که با این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. لطفاً نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید به جهت حمایت از ما لایک کنید. اگر تا الان کانال آژیر قرمز رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از پست‌ها و ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید.